نظر مستقیم دکتر موسی هیکلی، مجهز به آزمایشگاه، عکس برداری، اولتراساوند، سی تی اسکن، اوپن امارای، نوار مغزی، آزمایش عصب و آزمایش تست کرونا، با همکاری تیم پزشکان با تجربه، با قبول اکثر بیمه های درمانی و تصادفات، پرسونال اینجری، ورکرز کامپ. ضمناً برای بیمارانی که بیمه ندارند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. قیمت استثنایی به مناسبت فصل تابستان، امارای، انی پارت، $250. تلفن تماس 818-708-6163. لطفاً برای تعیین وقت قبلی با خانم مهتاب تماس حاصل فرمایید. مراکز رادیولوژی سینا. با درود و سپاس فراوان به شما بینندگان ارجمند، بسیار متشکرم از استقبال فراوانی که از برنامه های فدراسیون آلبرت اینشتین شده است. در اینجا لازم می دانم از سرکار خانم پوری هوشیارنژاد و جناب همایون هوشیارنژاد تشکر کنم و در ضمن از اتاق فرمان خانم مریم که برنامه های ما را به منزل شما می فرستند تشکر فراوان دارم. همه ما می دونیم زمان سلیخوت هستش. سلیخوت چیه؟ یعنی زمانی که در این ماه ما بخشایش می طلبیم به درگاه خداوند با دعا و استغاثه. در تقویم یهودی ماه الول، این ماه ماه الول هستش، آخرین ماه سال است، ولی از لحاظ ترتیب ماه شماری ماه ماه ششم هستش. اگه ما دقیقاً بخوایم ماه را انتخاب کنیم و بشماریم، ماه ششمه، ولی چون قبل از روش شانا قرار گرفته، قبل از نیویر در واقع سال جدید، پس این ماه الول را ما آخرین ماه می دانیم. ایام این ماه مقدس بوده و در طی آن خود را برای سال جدید آماده می کنیم. سال جدید کی شروع میشه؟ سپتامبر 15 روز جمعه، سپتامبر 15 شبش، البته که شب شبات هم هست، شب روش هاشانا شروع میشه و 16 سپتامبر 16 و 17 روش هاشانا هستش. و همه ما در این ماه چه کار میکنیم؟ به درگاه خداوند بیشتر و بیشتر استغاثه میکنیم، دعا میخونیم، توبه میکنیم و احسان میکنیم به دیگران. در پیرقه ربی الیزر آمده است در اول ماه الول، یعنی در همین اول همین ماه، حضرت موسی، حضرت موشه ربنو برای دومین بار جهت تورا بالای کوه رفت که ده فرمان الهی را از خداوند بگیره. چه کسی؟ حضرت موشه ربنو، حضرت موسی کلیم الله، و مدت 40 شبانه روز در آنجا بود. روز یوم کیپور مراجعت فرمود و دو لوح حاوی ده فرمان را برای ملت اسرائیل و جهانیان برمغان آورد. پس روز کیپور کیه؟ یوم کیپور درست 10 بعد از روش هاشانا شروع میشه. طبق سنن و مراسم یهودیت در این 40 شبانه روز هر فرد یهودی باید مواظب اعمال و رفتار خود باشد. البته ما باید هر روز مواظب اعمال و رفتار خودمون باشیم. هر روز باید دعا کنیم، نیایش کنیم، تفیلا بخونیم، توبه کنیم به درگاه خداوند، صدقه بدیم،
اما در این ماه چون ماه بسیار مهمی هستش باید بیشتر و بیشتر این کار را انجام بدهیم. تقویم زندگی خصوصی سال گذشته را مورد مطالعه قرار دهیم، به توبه بیاندیشیم، صدقه بدهیم و به هم نوع خود احسان و نیکی بنماییم. پس باید چه کار کنیم؟ باید بیشتر و بیشتر کارهای خوب انجام بدیم، به فقرا کمک کنیم، به بیماران کمک کنیم، به عیادت بیماران برویم و به درگاه خداوند دعا و نیایش کنیم که گناه ما را ببخشد. برای اینکه اهمیت و هیبت این 40 روز بیشتر تاکید شده باشد، در ماه الول هر روز صبح پس از ادای نماز صبحگاهی در کنیسا شوفار هم نواخته می شود. یعنی در این ماه قبل از رش شانا ما شوفار را شروع کردیم و در کنیسا اول صبح به کنیسا که میریم تفیلا می خونیم شوفار هم می زنیم. اما یک روز قبل از رش شانا شوفار نمی زنیم، چون در رش شانا شوفار زده می شه. ولی امسال چون اول رش شانا روز شبات افتاده، روز شبات زدن شوفار گناه است، نباید شوفار بزنیم در روز شبات. امسال روز اول رش شانا شده روز شبات، ولی در روز دوم که یک شنبه هستش ما میتونیم روز یک شنبه شوفار بزنیم. بر طبق هلاخا باید بزنیم روز یک شنبه، ولی بر طبق هلاخا روز شنبه مجاز نیستیم که شوفار بزنیم. اگر این دو روز روشانا روز هفته افتاده بود، هر دو روز ما شوفار میبایستی بزنیم، وظیفه داشتیم. اما چون روز اول روز شبات افتاده روز روشانا، پس روز شبات را ما شوفار نباید بزنیم، در واقع حروم. خداوند نور من و نجات من است، زیرا که در روز بلا مرا در پناه سایبان خود میگیرد. و علما یهود این آیات را چنین تفسیر میکنند: خداوند نور من در رش شانا و نجات من در روز یوم کیپور و مرا در پناه خود حفظ می نماید. در کی؟ در سوکا، زمانی که ما سوکا می بندیم بعد از یوم کیپور سوکا شروع میشه و باید در سوکا هم 100% غذا بخوریم، یعنی 7 روز موعد سوکا را باید در سوکا غذا خورد و حتی خیلی از اشخاص در سوکا می خوابند. حالا انشاءالله در زمان خودش، زمانی که یوم کیپور برآخوا شد، در مورد سکوت هم صحبت خواهیم نمود. افکار عالیه دیگری در این سرود گنجاده شده است، به طوری که آن را تبدیل به یکی از مناسبترین نمازها برای ایام کرده است. توکل و ایمان به ذات خداوند، تمنای گذراندن ایام عمر در جوار تعالیم الهی، تمام این عواطف و احساسات ناشی از برانگیخته شدن حس خویشتن‌نگری و توجه به باطن است. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که ما دعا میخونیم، تفیلا میخونیم، میباسی با تمام وجودمون به درگاه خداوند دعا کنیم، نه اینکه سرسری یه چیزی بخونیم آقا بخونیم و بریم، نه، باید با تمام توجه بدن، با تمام ایمان به درگاه خداوند دعا بخونیم، دعا کنیم، تفیلا بخونیم. تفیلا همون نیایش کردن، دعا کردن، و دعا کنیم برای عزیزانمون، دعا کنیم برای خانواده،
دعا کنیم برای تمام مردم جهان که همه سلامت باشیم و همه با همدیگر اتحاد داشته باشیم، همدیگر را دوست داشته باشیم. این جنگ ها و این ناراحتی ها همه به صلح و صفا تبدیل بشه. این طوفان هایی که میاد مردم را اذیت میکنه، این همه دزدی هایی که میشه مخصوصا در لس آنجلس به تازگی، دعا کنیم که این ناراحتی ها همه از بین بره، بلکه به صلح، صفا، دوستی و آرامش انشاءالله تبدیل بشه. آخرین آیه مزمور که در آن از الطاف الهی صحبت می شود به ندای قدرتمندی است، نمازگزار را تشویق می به پایداری و استقامت می نماید. یعنی واقعا توجه منا وقتی که به خداوند جلب کنیم، مخصوصا زمان خوندن تفیلات، زمان خواندن نماز، و همیشه امیدمون به پروردگار باشه، همیشه فکرمون این باشه که با صلح و صفا زندگی کنیم، فکرمون باشه دیگران را اذیت نکنیم، بلکه درست برعکس به دیگران خدمت کنیم. همه ما بنده خداییم، کلیمی هستی، مسلمون هستی، مسیحی هستی، بهایی هستی، با خدا هستی، بی خدا هستی، با همه ما بنده خداییم، زیر سایه خدا زندگی میکنیم. این بازی ها را بذاریم کنار که من کلیمی هم، آی من از همه بالاترم، نه، انسانیتی که انسان از همه بالاتره، کسی که انسانیت داره، حتی شاید هم استغفر خدا را قبول نداشته باشه ولی انسانیت داره، دزدی نمیکنه، مردم را نمیکشه، کاری به مردم نداره، واسه خودش زندگی خوبی تشکیل داده، زندگی میکنه، کلا هم سر کسی نمیذاره. ولی خیلی ها میان از روی قرآن و تورات و اینا حرف میزنن و به به چه چه، بعدش میان یا آدم میکشن یا دزدی میکنن یا دروغ دیگران میگن. این نشد، خدا اینا قبول نداره. پس بالاترین کاری که یک انسان میتونه بکنه که بگه من در سطح بالا قرار دارم، خدمت به جامعه و انسانیت هستش. عدالت داشته باشه انسان، با حقیقت صحبت کنه، دزدی نکنه. پس این از هر چیزی بالاتره. بعدش خب من کلیمی هستم که نیسان میرم کارهایی که باید در یهودیت انجام بدم، وظیفه من انجام میدم، ولی وظیفه اصلی همه ما این است که به دیگران خدمت کنیم، مردم را دوست داشته باشیم، دنبال جنگ و دعوا نباشیم، مردم را نکشیم، دزدی نکنیم، دروغ نگیم، دست به کارهای زشت نزنیم، همیشه خودمون را پاک و پاکیزه نگه بداریم. در اینجا اولین ترانه عبری را پخش میکنیم به نام سلیخات، که ترانه بسیار قشنگ و با معنی هستش و شما را به این ترانه بسیار زیبا جلب میکنم. Yeah.
امسال هم طبق معمول کنیسای کهن دعوت میکنه از تمام یهودیان ایرانی که بتونن در مراسم روش هشانه و یوم کیپور به طور رایگان شرکت کنند. خدا را شکر هر سال از طرف کنیسای کهن جماعت بسیار زیادی هم روش هشانه و بخصوص در روز یوم کیپور بسیار این برنامه ما شلوغ میشه، بسیار خواهان داره خدا را شکر، و من افتخار میکنم که با کنیسای کهن همکاری دارم و به عنوان خزان و ربای کنیسا در این کنیسا مشغولم. باز هم امسال دعوت میکنیم تشریف بیارید. امسال حتی از سالهای قبلم برنامه هاش بسیار زیباتر و قشنگتر خواهد بود. به طور که میدانید در مدرسه پورتولا، در حیات پورتولا که بالای 2500 برای خادم میاد و اونجا جمع میشن، بخصوص در زمان نیلا که بسیار شلوغ میشه، و من افتخار میکنم که در خدمت شما عزیزان هستم در کنیسای کهن در مدرسه پورتولا. شما را به یک ترانه دیگه دعوت میکنم. البته بعد از این ترانه جناب دکتر موسی هیکلی مدیر جهان پزشکی ایشون مجدداً ما را آموزش میدن و بسیار معمولا قشنگ و زیبا صحبت میکنن که امروز هم سعادت صدای زیبایشون را داریم. خود با خیر
در اینجا طبق معمول نوبت برنامه جهان پزشکی هستش که جناب دکتر موسی هیکلی که بسیار زیبا صحبت میکنن و ما را در واقع بیدار میکنن از نظر پزشکی که بسیار بسیار مهم و آموزنده است. جناب دکتر خواهش کنم بفرمایید. خواهش کنم، مرسی از اینترودکشنتون و لطفی که دارین به من و همینطور بینندگان عزیز که وقت میذارن به حرفای من گوش میدن. البته همیشه میگم فقط این برنامه ها جنبه آموزشی برای مردم هست، حتی نمیگم برای بیماران، چون ممکن کسی بیمار نباشه در لحظه که این حرفای من گوش میده. ضمناً خیلی خوب هست برای دانشجوی پزشکی و رزیدنت ها و همینطور حتی پزشکانی که مشغول کار هستن، به خصوص این بحث امروز من که قسمت دوم البته هستش که پزشکی هست، در کلینیک پزشکا بهش برخورد میکنن و بعضی ها واقعا آشنایی ندارن به این انتیتی و به این ناراحتی آشنایی ندارن. مثل همیشه تشکر میکنم از جناب آقای هوشیار نجات و همسر عزیزشون و خانم مریم و همچنین از خود شما که زحمت میشین تو هوای گرم، البته امروز هوا بهتر بود، تشریف میارین به تلویزیون. برای اینکه این برنامه بعضی موقع تکرار میشه، من روزی که ضبط میکنیم و خدمتتون میگم، امروز اول سپتامبر هستش، در نتیجه بعضی از مطالب که گفته میشه اگه یک ماه دیگه تکرار بشه یک کمی دازن گود، یعنی به نظر میاد که شاید اشتباه شده. من یادتون باشه دو سه هفته پیش یه مقداری صحبت کردیم از این که عدالت خداوند و اگر خداوند عادل هست، که البته باز من دارم میگم زیرشم خط قرمز نمیکشم، نمیگم که خداوند عادل نیست، خدا نکرده و استغفرالله، فقط میگم اگر خداوند عادله چرا باید این مشکلات برای مردم پیش بیاد. و خودتون این چند هفته گذشته شاهد بودید از اون طوفان بدی که آمد و این همه آدم رو بی خانمان کرد و چندین نفر رو کشت، از اون آتش سوزی که به وجود آمد و چقدر آدم ها بی خانمان شدن و حدود تقریبا 115 نفر مردن و حدود 400-500 نفر هم که معلوم نیست کی بودن که جسدشون پیدا شده. و من اون روز یک اشاره کردم که امیدوارم که از در بین اینها افرادی که از ایران برای امیگریشن تشریف آوردن نباشن، چون اینها واقعا باعث میشه که آدم ناراحت بشه که چرا جوانای ما از کشور عزیزمون میان بیرون و از طریق مرز میخوان که حرکت کنن و خودشون رو به آمریکا برسونن، با توجه به این که آمریکا جای خیلی واقعا جای خوبی هست، نمیگم خوب نیست، اشکال هست و از این خیلی نظرها جاهای جای خیلی خوبی هست، جای خیلی پیشرفت هست، ولی به این سادگی در زندگی کردن در آمریکا هم به این سادگی نیستش که همه فکر میکنن میان اینجا زندگی خیلی خوبی خواهند داشت و اگه زحمت نکشن همه چیز برایشون آماده است، که اینطور نیست. و برای اینکه بتونن سوار کار بشن همه دچار مشکلات خیلی زیاد میشن تا یه روزی بتونن مثل آقای دکتر اکس و زی بتونن یه مطبی داشته باشن و بتونن مریض ببینن، تازه اگه متاسفانه سو نشن، اگه متاسفانه از طرف گاورنمنت مشکلی برایشون به وجود نیاد و غیره. خدمتتون عرض کرد که باز این هفته ما دیدیم که یکی از جوانای خوبمون در ایران جونش رو از دست داد، حالا به خاطر چی بود من نمیدونم، حالا گزارشات مختلف هستش، ولی آدم دلش میسوزه که جوان به این کم سنی در موقعی که در زندان بودن ایشون به نظر میاد که یه سیجر داشته یا قش کرده و به بیمارستان که رسوندن ایشون فوت کردن. واقعا آدم ناراحت میشه. همینطور که قبلا هم من چندین بار گفتم، هر کسی کار اشتباه انجام میده باید حتما
تحت تعقیب قانونی قرار بگیره، ولی حتی موقعی که توی زندانم هست نباید که شکنجه بشه، نباید ناراحت بشه، باید بهش یاد بدن که اگه اشتباه کرده اون اشتباهشو بفهم. همینطور که تو آمریکا هم همینطور هست. همین جناب پرزیدنت ترامپ خودمون چقدر الان چند ماه هستش که دنبالش هستن تا بهش ثابت کنن که ایشون یه اشتباهی رو انجام داده. منم والا خیلی بلد نیستم که اصلا اشتباه کرده نکرده، اصلا به منم مربوط نیست، ولی این طول میدن، یعنی همینطوری به نتیجه نمیرسن که جناب ترامپ یا جناب بایدن پسر جناب رئیس جمهور خودمون که در آمریکا هستن ایشون کار اشتباه انجام دادن. باید اینو حتما بررسی بشه و حتی اگر جواب هم مثبت باشه باید به طریق مسالمت آمیز، نه که بخوام کسی رو شکنجه بدیم و اذیتش کنیم. من یه نمونه ای رو دیگه ای که تو آمریکا بود که من گفتم که متاسفانه من و جناب ربای باش درگیر هستیم، پسر جوانی که ایشون هم متخصص فارماسی هستن و به هر دلیلی یه پول خیلی زیادی از دولت گرفته بودن و میگن، بازم ما همه ثابت نکردیم، ایشون با پیپر بازی که کردن این یه چیز حدود میلیون، حالا 2 میلیون 10 میلیون یا هرچی بود کاری ندارم، و ایشون رو الان خب بعد از اینکه مدت ها بردنشون کورت و بردن متاسفانه به خاطر اینکه وکیل خوبی نداشتن ایشون الان به مدت 10 سال باید توی زندان بمونن. ولی خب من اطلاع دارم که چون با مامان این آقا پسر صحبت میکنم، تو زندانم که هست حالا اینقدر کسی اذیتش نمیکنه، تنها اذیتی که میکنم میگم باید زمین بشوری یا نمیدونم کارهای فیزیکلی یا بدنی ازش میکشن، ولی کتکش نمیزنن، با باتونم تو سرش نمیزنن، زجرش هم نمیدن، قضا هم از اینجا ما به خودمون نبالیم، حالا میگم حتی از طریق آلبرت اینشتاین ما مبلغ $300 هر ماه برای این آقا پسر میفرستیم به زندانی که ایشون هستن که ایشون بتونن غذایی بخرن که دوست دارن، چون اونجا تو زندان ایشالا کسی نره، اگه رفته باشن میدونن چه غذایی به خصوص که نمیدن، که همش باید لوبیا بخورن و نمیدونم از این غذایی بخوره که واقعا کسی دلش یه بار که بخوره دفعه دوم میگه نمیتونه بخوره، و این خب اگه پول داشته باشه میتونه از قضا هم استفاده بکنی که بیشتر خوشمزه هست. یعنی میخوام بهتون بگم که ببینید ما نمیتونیم کسی رو زجر بدیم به خاطر این که حالا اشتباه کرده، اول که باید ثابت کنیم که اشتباه کرده، اگه اشتباه کرده بس ثابت شد که رفتن ایشون تو کورت و متاسفانه وکیلم نداشت باخت و منم اطلاع نداشتم تا آخر کار که ایشون زندانی شدن، کسی نباید اذیتش کنه، اون دیگه اشتباه کرده، البته من میدونم که اشتباه ایشون نبوده، کسای دیگه سر این آقا رو کلا گذاشتن و این پول رو گرفتن و به اسم ایشون در رفته. این هم از نظر این هفته ما دو تا خبر داشتیم، یکی همسر یکی از هنرمندان خوبمون جناب مرتضوی فوت کرد که البته من دیتیلش کاری ندارم، که واقعا من ناراحت شدم، خانم جوونی بودن. ببینید آدم ها یک دفعه یه تشخیصی براشون میاد و خبرم ندارن که بله ممکنه ایشون مثلا میگم این خانم نمیگم قده مغزی داشته یا که استروک کرده یا غیره، به همین جهت باید خیلی محافظت کنیم، که من خودم اولین نفر، جناب ربایم دومین نفر، حتما باید ما تست های تشخیصی و پریونتیو رو انجام بدیم، مثل کولونوسکوپی، مثل اندوسکوپی، مثل جریان خون مغز، آزمایشات خون. یک دفعه به وجود میاد و کسی از خیلی قشنگ راه رو میرفته و زندگی عادی داشته یه دفعه فوت میکنه. البته یکی دیگه از هنرمندان خوبمون منوچهر بیبیان هم ایشون فوت کردن که من با پسرشون آشنایی دارم و ایشون هم البته بی موقع نبوده، حالا خدا رو شکر سن خوبی کرده بودن، ولی ببینید یه دفعه آدم ها فوت میکنن، به همین جهت هستش که باید ما هممون
یا آذوقه‌ای داشته باشیم برای موقعی که فوت میکنیم. به جز این آذوقه ما هم چیزی نیست به جز نام نیک و کردار نیک و رفتار نیک و کمک به مردم. حالا بیان شما 50 تا بیلدینگ داشته باشین توی دانتان لس آنجلس، این مقدار زیادی هم پول تو بانک داشته باشین، ولی موقعی که لازم هست کمک نکنید به یه آدم فقیر، متاسفم که به نظر من اشتباه است. اینجا من یک خواهشی رو داشته باشم. ما در صدد هستیم که یک مؤسسه رو بیان بکنیم، میگم ببخشید به پا کنیم. این مؤسسه احتمالاً مخارج خیلی زیادی داره، یه چیز حدود 10 میلیون، و من خواهش میکنم اگه کسایی که وضع مالیشون خوب هست لطف کنن، اگه برشون مقدور هست یه مقدار دونیشن به این مؤسسه آلبرت انشتاین تقدیم کنن که کاملا تکس دیداکتبل هستش. این مؤسسه نه برای من نه برای جناب عبدالله هست، فقط برای افرادی هستش که احتیاج دارن که برن برای آموزش و برای ازدواج ها، برای عروسی ها، برای مهمانی ها با مبلغ خیلی خیلی کم. به جایی که برن هیلتون و برن هتل های بالا 200,000 دلار خرج کنن، میتونن برای افرادی که وضع مالیشون خوب نیست حداقل بتونن از این مؤسسه استفاده بکنن که حدود فکر کنم راحت 400 نفر جا میگیرن با حیات خیلی بزرگ. و ضمناً البته اینجا یه مرکز جویشی هستش، ولی تا اینجا که ما تصمیم گرفتیم این نقطه، این محل برای همه، برای جشن‌ها، چه مسلمان، چه کلیمی، چه بهایی، چه زردشتی، البته نظر من این بوده، انشاءالله که همه قبول کنن هیئت مدیره، که همه بتونن از این مرکز استفاده بکنن، چه هر دینی که دارن و چه دینی که و حتما نباید کلمی باشه یا کمیش باشه، چون فقط قصد کمک هستش. امروز دلم میخواد درباره یکی از بیمارایی که البته کسی هم نیست بجز مامان و مادر خود من که دچار ناراحتی هستن توی پاهاشون، ما که اصطلاحاً ما بهش میگیم رستلس لگ سیندروم، یعنی حرکات غیر کنترل داخل پاها. معمولا این ناراحتی رو بهش میگن RLST Restless Leg Syndrome، و یه بیماری هستش که اسم عجیب غریب هم داره به اسم ویلیس کوبام دیزیز، که البته منم اینو جدیدن باش آشنا شدم. علامتش اینه که به خصوص در شب و عصرها بیمار احساس میکنه تو پاهاش یه حالت پولینگ، کشش، ترابینگ، نب زدن، ایچینگ، برلینگ، کرالینگ، این حالت پیدا میشه. کرالینگ یعنی مثل که یه چیزی رو دست پای آدم راه میره و خیلی ناراحت کننده هست. و این شخصی که این دچار ناراحتی میشه، تنها موردی از این ناراحتی راحت میشه که پاهاش های حرکت بده. بعضی موقع هم اینقدر حرکت میده بازم کمک نمی کنه، به خصوص اگه موقع خواب باشه. تو خواب ایشون نمیتونن که بخوابن، این شخص نمیتونه بخوابه، به همین جهت هستش که باید از دارو استفاده بکنه که من الان چند دقیقه دیگه به خدمتتون عرض میکنم. این رستلس لگ سیندروم فقط توی پاها نیست، بیشتر تو پاها هست، معمولا هم یه طرفه، ولی بعضی موقع هم دو طرف هست. میتونه تو دستامون باشه، میتونه قسمتی چستمون باشه، میتونه تو مغز کلمون باشه یا هدمون باشه. همینطوری که عرض کردم، شخص میخواد که دست پاشه هی تکون بده تا این احساس ریلیف کنه، راحت بشه از این حالت. این بیماری بیشتر توی خانم ها دیده میشه تا آقایون. اگه بگیم که علتش چی هست، خیلی علت زیاد داره، البته بعضی موقع جنتیکه، بیشتر تو فامیلی ها دیده میشه. بیشتر موقع ها علتش این هستش که دوپامین داخل مغز، دوپامین یه ماده هورمونه،
هم ما دوپامین داریم هم سروتونین. دوپامین توی برین همه دارن. دوپامین هم از قسمت بیزال گنگلیون مغز ترشح میشه. حالا همه نگه دانش پزشکی باشید میدونید که تو پارکینسون دیزیز دلیلی که شخص پارکینسون میگیره به خاطر این هستش که بیزال گنگلیونشون اینها دوپامین ترشح نمی کنه. به همین جهت اینها کنترل حرکات دست و پاشونو ندارن و دائم دست و پاشون میلرزه و تکون میدن و ابنورمال موومنت دارن. پس یکی از دلایلش اینه که دوپامین مغز میاد پایین. دلیل دوم توی پریفرال نوروپاتی ها دیده میشه. ورم اعصاب محیطی مثلا دیابتی ها، اینا همه دوچار پریفرال نوروپاتی هستن. به همین جهت دوچار میشن به این ناراحتی رسلکس لکس سیندروم که متاسفانه بازم ناراحت کننده هستش. بعضی موقع در کمکاری تیروئید دیده میشه. بعضی موقع کسایی که الکل میخورن زیاد، کسایی که سیگار میکشن، کافئین استفاده میکنن، در این افراد هم دیده میشه. و یه نوعشی که بیشتر خیلی جالب هست، من همیشه وقتی یه بیمار رو میبینم میخوام مطمئن شم که اینا کمبود آهن نداشته باشن. اگه آهنشون رو تکر کنیم و بهشون آهن بدیم، این حالت داخل پاشون به راحتی درمان میشه. پس یکم تو حامله ها دیده میشه. من یه موردی داشتم که خانومی که حامله بود و حتی به دکتر خودش هم گفته بود، متخصص زنان، نمیدونست که این دلیلش چی هست. البته تنها اشکالی که داریم اگر ما بگیم که خب مریضی هم چی هست، چون دوار زیاد نمیتونیم بدیم، خیلی درمان توی خانم حامله به خاطری که حامله هستن خیلی سخته. من این حالت رو دیدم توی کسایی که مواد آنتی استامین میخورن، کسایی که دوای ضد سایکوزیز میخورن، مثلا بچه‌ای که یا آدمایی که اسکیزوفرنیک هستن دارو میخورن، اینا ممکنه دچار این کرمپ ها توی پاشون بشن. دیگه کسایی که افسردگی دارن و اینا میان دوایی میخورن که ما بهش میگیم SSRI که سروتونین خون رو میبره بالا. وقتی سروتونین خون رفت بالا، اتفاقی میفته، دوپامین میفته پایین. خیلی جالبه. به همین جهت هستش که کسایی که سایکوزیز دارن، اگه شما بیاید بهشون دوای ضد افسردگی SSRI بدید، مقدار دوپامین که باعث حالت اسکیزوفرنیکشون میشه میتونید درمان بکنید و بهتر بشن. این هم یه مورد دیگه. گفتم خدمتتون که بعضی موقع دوایی که برای آلرژی هست، من خودم یه هفته که سرماخوردگی داشتم قرص بنادیل استفاده کردم چند شب، واقعا حواسم هم نبود. وقتی که دیشب همین شب گذشته این قرص را من نخوردم، چون این دوا توی خون میمونه برای یه 24 ساعت، دیشب واقعا همش دست و پام، همش میخواستم تکونش بدم، اصلا نمیتونستم آرام باشم. به خاطر این هستی که بنادریل به خصوص اگر مقداری خورده بشه بیشتر از 25 میلی گرم، چون من 50 میلی گرم خورده بودم برای آبریزش از بینی و گلودرد، خیلی مشکل زیادی داشتم دیشب برای خوابیدن، چون دست پاهم همش باید تکون میدادم و بتونم از این کرمپ داخل پاهم راحت بشم. پس یکی دیگه از این دلایل اینه که اگه شما قرص بنادریل بخورید. ولی از همه بیشتر هم تو خدمتتون عرض کردم به خاطر ژنتیک هستش، به خاطر این هستش که در بین مغز و عضلات دست و پا اون رابطه ای که بهش میگیم دوپامین، این دوپامین مقدارش کم میشه. همینجا من دیگه اعلام میکنم که درمان واقعا چیزی نیست به جز اینی که ما دوایی بدیم که دوپامین در رسلس لگ سیندروم بدیم که بتونیم این را کمک بکنیم. البته این یکی از درمان ها هستش. البته من وقت ما یه دوایی هست به اسم ریکویب که ما اینو معمولا میدیم، ولی به جز ریکویب دوایی دیگه هم هست که ما میتونیم بدیم. یکیش هستش نورانتین هست به اسم گاباپنتین. گاباپنتین هست که میتونیم بدیم. خدمتتون عرض شود که
بعضی موقع کدئین، قرصای کدئین مثل تایلنول کدئین کمک میکنه، بعضی موقع لیریکا کمک میکنه. لیریکا هم یه چیز شبیه دوپامین هست، یعنی از کامبینیشن دو تا ماده درست شده. یکی دیگه این که اگر واقعا به خاطر کمبود آهن هست، ساپلیمنت و دایت خوب بذاریمشون، آهن به مریضا بدیم، بهشون کمک میکنه. اخیراً دیدم که یک دستگاهی دادن برای کسایی که خیلی خیلی این ناراحتی رو دارن، یک کامپرسین هایی هستش که می دور پا میبندن، این پا رو کامپرس میکنه با هوایی که توش هست، کامپرس میکنه، کامپرس که بکنه این کرمپ ها کمتر به وجود میاد. یکی دیگه از کارهایی که میتونیم بکنیم، اگر مریض ورزش بکنه، ورزش خیلی کمک میکنه، چون اکسیژن به مغز میرسه و دوپامین مغز بیشتر میشه. همین کار رو میتونید شما اگه وقتی که داخل یک چی بهش میگیم، وقتی که میرین توی سونا، ببخشید، سونا که میرین، خون به مغز زیادتر میشه، دوپامین مغز بیشتر میشه و بهتر میشه که شما دچار کرمپ های توی پا نشید. حالا البته میگی که حالا سونا کجا بود، همیشه که چهار تا پیرزن و پیرمرد که نمیتونن برن سونا، ولی خب میتونن از حمام گرم استفاده بکنن در منزلشون یا در زیر آب تاق، دوش تاق چند دقیقه باشن، چون جریان خون مغز زیاد میشه. این افراد هم میتونن استفاده بکنن از این نظر و خدمتتون عرض شود که نتیجه خوبی بگیرن. تقریبا این چیزیست که در مورد رستلس لگ سیندروم هست. افعان قبل از که من داشتم خواستم برنامه رو شروع کنم، داشتم رادیو گوش میدادم، چون من امروز روز آف هم از خونه بودم. جالب بود که یکی از دکترهای خیلی خوبمون درباره وریدهای پا صحبت میکردن و خدمتتون عرض شود که درسته، ایشون هم حرفشون درسته. اگه شما وریداتون هم اشکال داشته باشه، تقریبا علامی که میده شبیه هست، ولی این یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است. اگه شما واریس پا دارین، علائمش بیشتر به صورت ورم‌های پوست هستش و وریدا میزنن بیرون، ولی تو پاتون احساس خستگی میکنین، کرپ میکنید، اینا همه درسته. و البته اون که باید خوب تیکر بشه، ولی این دوتا رو با هم نباید قاطی بکنیم. ایشون درباره این صحبت میکردن که اگه واریس پا دارید، برید پاتون رو عمل کنید، ولی خوشبختانه مریضای من احتیاج به عمل جراحی ندارن و با همین دواهایی که خدمتتون عرض کردم خوب میشن و احتیاجی نیست که برن جراحی بکنن، مگه اینکه واریس داشته باشن که اون دیگه نظر جناب دکتری که امروز سخنرانی کردن در ساعت حدود فکر کنم یک کنیم دو موقع بود که هر هفته روزهای جمعه در رادیو سخنرانی دارن. یک دیگه از مواردی که باز دوره احتیاج به جراحی ممکنه داشته باشه، البته من جراحی نمی کنم و به کسی ریکامند نمی کنم، دیسکای کمر هستش. وقتی شما دیسک کمر دارین، تو پاتون خواب رفتگی، کرامپ احساس میکنید، اون هم اگه بریم پیش جراح که مطمئنا بهتون میگه باید جراحی کنین، ولی اگه بیاین ببخشین با عرض معذرت، اگه بیاین آفیس کلینیک ما، معمولا ما برای دیسکای کمر، مگه اینکه واقعا شدید باشن، جراحی ریکامل نمی کنیم و بیشتر با اپیدورال انجکشن و یا پی آر پی این به این بیمارا کمک میکنیم و از همه بیشتر با ورزش. مثل همیشه در پایان این برنامه دلم میخواد که به همه بگم که کمتر غذا بخورین، تا اینجا که میتونین کمتر گوشت بخورین، کمتر چربی بخورین، کمتر برنج بخورین و نون بخورین، بیشتر از سبزیجات استفاده بکنین و ویتامین هایی که برای بدن لازم هستش. از استرس هم تا اونجا که میتونین دوری کنین، که متاسفانه تو امریکا هستن بدون استرس واقعا وجود نداره، زندگی همهش از صبح تا شب استرسه، ولی اگه بتونین ورزش کنین، اون اثرات بعد استرس رو میتونین
در خودتون از بین ببرید. دوباره من در پایان دلم میخواد که بازم ببخشیم خاطر مریضی من، دلم میخواد که از جناب رباعی خواهش کنم که درباره این اتفاقایی که چند روز افتاده، آتش سوزی ها و طوفان و کشت و کشتارا و اینو بکشن اونو بکشن، نمیدونم تیراندازی هایی که تو آمریکا میشه، دزدی هایی که میشه که متاسفانه تو این آمریکا ما انتظار نداریم، اگه میتونن یه اشارهی بکنن و چطور میشه اینا رو جلوگیری کرد. خیلی ممنون از تایم همه که به من دادن، امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشین. اگر کسی مایل هست که به عنوان پزشک یا فیزیشن اسیستنت یا نرس پرکتیشنر در کلینیک در وودلند به ما کمک بکنه، چون ما پزشک نداریم، پزشکمون یکی بیشتر در حقیقت یک و نصفی، احتیاج به یه پزشک خوب داریم به خصوص برای پین منیجمنت، ممنون میشم که به من تماس بگیرید. متشکر، شبات خوبی داشته باشین، خداحافظ. شبات شلون جاوید. بله قبلا صحبت کردم که همانطوری که میدونید در تورات مقدس به ما راهنمایی کرده و میگوید که سدوم و گمورا که ابلیس میشه امورا را خداوند خراب کرد. چرا؟ به خاطر اینکه مردمانش انسانهای ظالمی بودند. اگر بخواهیم این ناراحتی ها این بدبختی ها از ما انشالله دور بشه، باید انسانهای بهتری بشیم، به یک دیگر احترام بگذاریم، دروغ را کنار بگذاریم، آدم کشی ها را کنار بگذاریم، با همدیگر خوب باشیم، همیشه سعی کنیم که به مردم نیکی کنیم، احسان کنیم. این دستور الهی هستش، این دستور حلاخای قانون یهودی هستش که باید همدیگر را دوست داشته باشیم، دست از حسادت ها، غیبت ها، نمیدونم کارهای غیر منصفانه انجام ندیم. انشالله خداوندم به ما کمک خواهد کرد. مخصوصا این ماه، ماه سلیخوت هستش، ماه بخشایش، ماهی است که ما باید توبه کنیم، باید بیشتر دعا کنیم، باید بیشتر توبه کنیم، باید بیشتر صدقه به اشخاصی که فقیر هستن بدیم، به بیماران برسیم، و این خودش بزرگترین و بهترین راهی است که ما میتونیم انتخاب کنیم که انشالله این بلاها از ما دور دور بشن و دیگر اتفاق نیفته. بازم یادآوری میکنم که روش هاشانه در تاریخ سپتامبر 16 هستش، اول روش هاشانه، دوم روش هاشانه 17 هستش، و کنیسای کهن که من ربای کنیسای کهن هستم، اونجا میخونم، سخنرانی میکنم و شما را دعوت میکنم به طور رایگان تشریف بیارید. مانند هر سال انشالله جمعیت زیادی میاد در مدرسه پورتولا. اون سال هم در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله شب و روز به همه شما خوش باشه. با تشکر از جناب دکتر موسی هیکلی که واقعا ما را ساپورت میکنن، همیشه هوای فدراسیون آلبرت اینشتین را داشتن و انشالله ما بتونیم ترتیب بدیم با امید خدا این آلبرت اینشتین فدراسیون به دانشگاه تبدیل بشه که با افتخار بیشتری در جامعه بتونیم خدمت کنیم. شب و روز به همه شما خوب خوش باشه، ویکند خوبی داشته باشید. شبات شالوم. ماه صورتت، خورشید تنت، ستاره تو چشمات، نیا جلوتر، گر گرفتم از آتیش نفس ها، به خاطر تو موهامو بازم مرزکی بافتم، دارو بریم قریبه شدن تا تو رو شناختم. بیا حالا که دلم خواست، بیا عشق تو تنو هست، بیا بی بی زدم و هست، بیا بیا شاه دلم باش. بیا دوتای دریا بریم، تنو با هم را بریم، تا ته دنیا بریم، بیا ماه دلم باش. بیا
یا حالا که دلم خواست بیا عشق تو تناس بیا بی بی زدم آس بیا یا شاه دلم باش یا داد خواهی دریا بریم تن و با هم را بریم تا ته دنیا بریم یا ماه دلم باش خورشید تنت ستاره تو چشمات نیا جلوتر گر گرفتم از آتیش نفس ها به خاطر تو موهامو بازم عرزکی بافتم دوروبری هم غریبه شدن تا تو رو شناختم بیا حالا که دلم خواست بیا عشق تو تنهاست بیا بی بی زدم و از بیا بیا شاه دلم باش بیا دوتای دریا بریم تنها با هم را بریم که دلم خواست بیا عشق تو تناس بیا بی بی زدم آس بیا بیا شاه دلم باش بیا دوتای دریا بریم تنها با هم را بریم تا ته دنیا بریم بیا ماه دلم باش سینا ارجن کر تحت نظر مستقیم دکتر موسی هیکلی مجهز به آزمایشگاه عکس برداری، اولتراساوند، سی تی اسکن، اوپن امارای، نوار مغزی، آزمایش عصب و آزمایش تست کرونا با همکاری تیم پزشکان با تجربه با قبول اکثر بیمه های درمانی و تصادفات پرسونال اینجری، ورکرز کام ضمناً برای بیمارانی که بیمه ندارند تسهیلاتی در نظر گرفته شده است قیمت استثنایی به مناسبت فصل تابستان MRI Any Part $250 تلفن تماس 818-708-6163 لطفاً برای تعیین وقت قبلی با خانم مهتاب تماس حاصل فرمایید مراکز رادیولوژی سینا